سلام كمسك الختام. بطرجون مكروك تشيس ومكروهات ناموس قدم خواند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، فرزندان، مکروه یک عمل بدی را گویند که اجرای آن را دین اسلام نمی پسندد. به مانند با دست چپ طعام خوردن، با دست راست بینی افشانیدن، در حالت نماز به لباسهای خود بازی کردن و غیره، عملهای مکروه خیلی بسیار هستند و مکروهات نماز اینها می باشند. در وقت نماز به ضروریت به تن و لباسها دست بردن، نماز خواندن در حالت نزدیک بودن به شکستن طهارت، هنگام نماز با جماعت تنها ایستادن در صف آخر حال آنکه در صف پیش جای خالی موجود است، نگذاشتن ستوره، اگر هنگام نماز خواندن احتمالیت گذشتن شخص باشد، نخواندن تسبیح ها در رکوع یا سجده، یا اینکه کم از 3 مراتبه خواندن در نمازهای فرضی از پایان به بالا خواندن سوره ها، هنگام نماز خواندن به چیز تکیه نمودن، در وقت خواندن نماز بروی کسی دیگری نگاه کردن، در وقت سجده تنها پیشانی را به زمین رسانیدن، هنگام سجده به جای زانوها اول دستها را به زمین رسانیدن. فرزندم، اینها بودند یک چند مکروهات نماز. پدر جان، پس این مکروه را انجام دهد نماز را از نو می خواند؟ نه فرزندم، نماز را از نو نمی خواند، چون که این عملها نماز را باطل نمی کنند. پدر جان، پس چه عملها نماز را باطل می کنند؟ فرزندم، حالتهای باطل کننده این نماز اینها می باشند: شکستن طهارت در وقت نماز، بجا نه آوردن یکی از فرضهای نماز، خوردن یا آشانیدن در وقت نماز، به کسی سلام دادن یا جواب سلام را گردانیدن یا گپ زدن در وقت نماز، گریستن با سببهای دنیاوی یا از درد نالیدن، آه و اوف گفتن، گریستن اگر از ترس یا محبت الله باشد نماز را باطل نمی کند. خنده ای که تنها خودی او از آن خبردار می شود نماز را باطل می کند، و اگر خنده قهقه باشد، یعنی خنده ای که دیگران آن را بشنوند، چون این خنده هم نماز و هم طهارت را باطل می گرداند. از طرف قبله روی را گردانیدن، در نماز طور رفتار کردن که بیننده گمان می کند که آن شخص نمازگزار نیست، خطا خواندن قرآن که باعث تغییر معنی گردد نماز را باطل می گرداند، برآمدن آفتاب در وقت خواندن نماز بامداد، خواندن سوره یا آیت از روی مصحف، یعنی از روی قرآن خواندن، برای شخصی تیمم کرده در حالت نماز خواندن آب پیدا شد، یا اینچنین گذشتن وقت محض، این عملها نماز را باطل می گردانند. بعد از انجام دادن این عملها باید نماز را از سر گذاریم. فهما پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوارها را به یار دوستانتان بفرستید تا کمی هم باشد از دین خود آگاه شوند، و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.